فدرالیسم از ریشه لاتین فئودوس به معنای پیمان و قرارداد گرفته شده و به ساختار و شیوه‌ای از اداره کشور گفته می شود که قدرت میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم شده است. در طول تاریخ واحدهای سیاسی پیمانهایی برای دستیابی به مقاصدی معین بستند که به دلایل مختلف پایدار نماندند، مثل اتحاد دولت شهرهای یونان باستان یا پیمان اتحاد شهرهای ایتالیا در قرون وسطا. پیمانهای نسبتاً پایداری نیز در تاریخ بودند که با وجود تقسیم قدرت و عدم تمرکز یک نظام سیاسی فدرال محسوب نمی شدند. تا اینکه در سال 1789 13 ایالت آمریکای شمالی با تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نخستین نمونه تاریخی یک نظام سیاسی فدرال را به وجود آوردند. در حال حاضر به طور رسمی 25 کشور که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در آنها زندگی می کنند به صورت فدرال اداره می شوند. کشورهای دیگری هم هستند که از برخی مکانیزم های فدرال استفاده می کنند. مثلا در بریتانیای کبیر بخش های اسکاتلند و یا ویلز مجالس محلی خود را دارند و از اختیارات قابل ملاحظه‌ای هم برخوردار هستند، اما یک کشور فدرال محسوب نمی شوند. نحوه شکل‌گیری حکومت‌های فدرال با هم متفاوت بودند. برخی مثل سوئیس، هلند و آمریکا از جمع شدن دولت‌ها و یا مناطق سیاسی مستقل شکل گرفتند و بعضی مثل برزیل، هند و آرژانتین از تقسیم قدرت در داخل یک دولت یکپارچه و متمرکز. نظام قانونی کشورهای فدرال عموماً از دو مجلس تشکیل شده است. یکی مجلسی که نماینده واحدهای سیاسی کوچکتر است و اغلب تمام آنها صرف نظر از جمعیت در آن رأی برابر با یکدیگر دارند و وظیفه آن پاسداری از قانون اساسی و نظام فدرال و نظارت بر امور اداره کشور است. مجلس دوم شبیه مجلس دیگر کشورهاست و وکلای آن نمایندگان مردم محسوب می شوند و وظیفه قانونگذاری در سطح کل را بر عهده دارند. سهم هر واحد در این مجلس معمولاً بر اساس میزان جمعیت آن در نظر گرفته شده و انتخابات آن مستقیم و بر اساس رأی شهروندان خواهد بود. توازن قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی در کشورهای فدرال متفاوت است. مثلا در آلمان و ایالات متحده قدرت متعلق به دولت‌های محلی است که مطابق قانون اساسی بخش‌هایی از این قدرت را به دولت مرکزی واگذار کردند. در حالی که در هند و کانادا قدرت متعلق به دولت مرکزی است که بخش‌هایی از آن را به دولت‌های محلی واگذار کرده است. میزان و نحوه مشارکت دولت‌های محلی در دولت مرکزی نیز از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. مثلا در بلژیک، ایالت‌ها در کابینه وزرا با نسبت‌های مساوی حضور دارند و این بجز مشارکت از طریق نماینده پارلمان در قانون‌گذاری کشور است. در کشورهای فدرال، حقوق و اختیارات حکومت‌های محلی به دو شکل متقارن و نامتقارن تقسیم می‌شوند. مثلا در اسپانیا به مناطق ناوارا و باسک در امور مالیاتی خودمختاری بیشتری نسبت به سایر مناطق داده شده، یا در کانادا ایالت کبک برای حفظ و پیشبرد فرهنگ و زبان فرانسه از اختیارات خاصی برخوردار است. فدرالیسم متقارن به این معنی نیست که تمام مناطق و ایالت‌ها باید مثل هم باشند، بلکه تقارن از آنجا ناشی می شود که قوانین و قواعد مشابهی رابطه دولت‌های محلی را با دولت مرکزی مشخص می کند، حتی اگر جمعیت و وسعت آنها متفاوت باشند. معمولاً در مواردی که منافع مشترک دولت‌های محلی مطرح است، صلاحیت تصمیم گیری به حکومت مرکزی واگذار می شود. امنیت ملی، سیاست خارجی، حق انتشار اسکناس، کنترل مهاجرت و سیاست‌های کلی مربوط به اقتصاد کشور از این گونه موارد است. در این مورد هم تفاوت‌هایی وجود دارد. مثلا در سوئیس بر اساس قانون اساسی دولت مرکزی بدون مجوز ایالت‌ها حق داشتن ارتش در زمان صلح را ندارد. در یک کشور فدرال هم تمرکز و هم جدا شدن نفی می شود. به همین دلیل نیز گاهی سیستم های فدرال را اتحاد تخریب ناپذیر واحد های تخریب ناپذیر تعریف می کنند.